استیو سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید سپاه پاسداران هفته پیش یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا را آزار داده است این سخنان در حالی ابراز شده است که دو روز پیش سپاه پاسداران یک کشتی تجاری را توقیف کرده و به بندر عباس برده بود سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است فهمیدن دقیق اینکه چرا ایرانی ها چنین رفتاری از خود نشان میدهند سخت است به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی پنتاگون روز گذشته از ایران خواسته است تا به تمام قوانین بین المللی مربوط به آزادی دریانوردی که خود ایران نیز از جمله امضا کنندگان معاهدات و تعهدات آن است احترام بگذارد شبکه خبری بلومبرگ از قول او گزارش داده است که واشنگتن در حال گفتگو با مقام های جزایر مارشال که کشتی توقیف شده حامل پرچم آن بوده برای انجام اقدامات بعدی است جزایر مارشال با وجود آنکه کشوری مستقل است از نظر نظامی و امنیتی مناسباتی با ایالات متحده دارد که به آمریکا اجازه می دهد در عرصه بین المللی از آن دفاع کند شرکت مرس که کشتی تجاری آن هشتم اردی بهش در تنگه هرمز با پرچم جزایر مارشال از سوی ایران توقیف شده گفته است خدمه سالم هستند ولی دقیقا به آنها گفته نشده دلیل توقیف کشتی چیست محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران یک روز پس از این رخداد گفت تهران به آزادی دریانوردی و تعهدات آن پایبند است بنابر گزارش ها واحد های گشت دریایی سپاه پاسداران ایران روز سهشنبه گذشته برای توقیف این کشتی به سوی آن تیر اختار شلیک کردند نیروی دریایی آمریکا در واکنش به این اقدام یک نافشکن و یک هواپیمای خود را به محل اعزام کرده است کاخ سفید و وزارت دفاع ایالات متحده گفتند اوزا را از نزدیک زیر نظر دارند کشتی 65 هزار تونی مرسک تایگرس با پرچم جزایر مارشال حرکت میکرد و در اجاره خطوط کشتیرانی مرسک بود مرسک بزرگترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان است سازمان بنادر ایران میگوید که توقیف این کشتی به دستور دادگاه و در پی شکایت یک شرکت ایرانی به نام پارس طلایی به دلیل بدهی شرکت مرسک صورت گرفته است خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران ایران نوشت که شرکت پارس طلایی ده سال پیش محموله ای را به شرکت مرسک برای حمل از آبادان به دوبی داده بود که این محموله هرگز به مقصد نرسیده است مرسک در پاسخ گفت که صاحب کشتی توقیف شده نیست و سعی خواهد کرد درباره این پرونده تحقیق کند مرسک گفت که این حادثه در آبهای شناخته شده بین الملدی اتفاق افتاده است. کشتی مرسک تایگرز در حال حرکت از مبدع جده در عربستان سعودی به بندر جبل علی در امارات متحده عربی بود که در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران ایران توقیف شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان سخنانی در دانشگاه نیویورک گفته است جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که با اتهامات امنیتی روبروست ممکن است مورد بهره برداری یک مأمور اطلاعاتی آمریکا قرار گرفته باشد اتهامات جیسون رضاییان که به عنوان مسئول دفتر روزنامه واشنگتن پست در ایران کار میکرد اوایل هفته پیش پس از حدود نه ماه بازداشت همکاری با دولت‌های متخاصم و تبلیغ علیه نظام عنوان شد اما جزئیات بیشتری ارائه نشد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که تا آزادی جیسون رضاییان از پا نخواهد نشست آقای ظریف که برای شرکت در نشست پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای به نیویورک رفته در پاسخ به پرسشی درباره پرونده آقای رضاییان گفت متاسفانه دوست شما و دوست من جیسون به یک جرم خیلی جدی متهم شده و من امیدوارم که تبرئه شود اما او باید در دادگاه با اتهاماتش روبرو شود او شهروند ایران است باعث تاسف است که یک عامل پایین رتبه سعی کرده از او بهره برداری کند آقای ظریف گفت واقعیت این است که بعضی افراد که از دیگران برای گرفتن ویزای آمریکا برای خود یا همسران خود بهره برداری می کنند و درخواستهایی مطرح می کنند که غیرقانونی یا خطرناک است و به حرفه بودن یک خبرنگار صدمه میزنند آقای ظریف توضیح بیشتری نداده است اما یگانه صالحی همسر جیسون رضاییان ساکن ایران است و به نظر میرسد سخنان آقای ظریف اشاره به تلاش برای گرفتن ویزا برای او باشد روزنامه واشنگتن پست به اظهارات آقای ظریف واکنشی نشان نداده است جیسون رضاییان و یگانه سالهی روز 22 ژوئیه گذشته دستگیر شدند اما خانم سالهی در ماه اکتبر پس از دو ماه و نیم بازداشت آزاد شد آمریکا اتهامات جیسون رضاییان 39 ساله که بزرگ شده آمریکاست را پوچ و بیمعنا خوانده و علی رضاییان برادر جیسون گفته هیچ مدرکی برای اثبات اتهامات وارد شده به برادرش وجود ندارد آقای رضاییان تابعیت دوگانه آمریکایی ایرانی دارد سردبیر واشنگتن پست پس از اعلام اتهامات آقای رضاییان گفته بود اتهامات علیه جیسون رضاییان به زودی در دادگاه افکار عمومی و همچنین در یک محکمه قضایی مطرح خواهد شد هرچند این محاکمه در یک دادگاه انقلاب و در برابر قاضی انجام می شود که بی انصافی او باعث شده اتحادیه اروپا او را به دلیل نقض حقوق بشر مشمول تحریم قرار دهد ده او به ابوالقاسم سرواتی اشاره داشت که به جیسون رضایان اجازه نداده بود وکیل مورد نظر خود را انتخاب کند و وکلای انتخابی او را رد کرده است. یک تحلیلگر برجسته بریتانیایی تغییرات در کادر رهبری دولت عربستان سعودی را فاصله گرفتن از محافظه‌کاری و بی سابقه توصیف کرده است. جرالد بات تحلیلگر خاور میانه و مشاور منطقی شرکت مشاوره آکسفورد آتلانتیکا که ناظر تحولات خاور میانه است در یادداشتی برای شبکه جهانی بی بی سی نوشته است شتاب و گستره تصمیماتی که ملک سلمان از زمان نشستن بر کرسی سلطنت در ماه ژانویه و پس از درگذشت ملک عبدالله گرفته است با معیارهای عربستان سعودی نفسگیر و بیسابقه است به نوشته این تحلیلگر امور خاورمیانه در سیاست خارجی روش محتاطانه عربستان در مواجهه با بحران‌های منطقه‌ای و اهمیتی که این کشور برای دیپلماسی آرام قائل بود با تصمیم به حمله هوایی به یمن به دور انداخته شد عربستان سعودی ناگهان در نقش غیرمعمول رهبر حرکتی ظاهر شده است که بسیاری در منطقه آن را یک عملیاتی نظامی مورد حمایت کشورهای عرب سنی برای جلوگیری از توسعه طلبی ایران شیعه تلقی می‌کنند. آقای بات اهمیت تغییرات در عربستان در سطح داخلی را ناشی از نوع تغییر نسل میداند امیر محمد بن نایف وزیر کشور در ماه ژانویه به طور غیر منتظری به عنوان نائب ولی عهد پس از امیر مقرن بن عبدالعزیز ولی عهد وقت منصوب شد. امیر محمد اولین نوه عبدالعزیز ابن سعود بنیانگذار عربستان سعودی بود که بر پلکان منتهی به تخت سلطنت قدم میگذاشت. ملک سلمان در همان زمان جوانترین پسر خود امیر محمد بن سلمان را هم به عنوان وزیر دفاع منصوب کرد این ها به اندازه کافی مهم بودند اما حالا با تغییراتی غیرمنتظره دنبال شدند امیر مغرن از صحنه خارج شده و امیر محمد بن نایف جای او را به عنوان وارث تاج و تخت گرفته و امیر محمد بن سلمان هم به عنوان نایب ولیعهد معرفی شده است کشوری که به داشتن پادشاهان هفتاد ساله و هشتاد ساله عادت کرده بود یک شب صاحب ولیعهدی شده که پنجاه و چند سال دارد و جانشینش هم سی و چند ساله است سالها تصور بر این بود که نسل جدید به آرامی و در فرایند طولانی راه خود را به سوی سلطنت باز خواهد کرد. به گفته آقای باد، تغییر مهم دیگری که در چشمنداز صحنه سیاسی عربستان سعودی دیده می شود، کنار رفتن سعود الفیصل وزیر کهنکار امور خارجه این کشور پس از چهار دهه است. کنار رفتن او به دلیل وضعیت نامناسب سلامت چیز عجیبی نبود اما انتخاب کسی خارج از خاندان سلطنتی به عنوان جانشین او غیرمنتظره بود عادل الجبر وزیر امور خارجه جدید عربستان سفیر این کشور در ایالات متحده ای آمریکاست احتمال دارد که انتخاب او دقیقاً به دلیل آشناییش با مناسبات داخلی تنها ابرقدرت جهان بوده باشد. عربستان سعودی و سایر کشورهای عرب خلیج فارس نگران چشمانداز توافق ایران و جامعه بین المللی بر سر برنامه اتمی این کشور هستند که ممکن است به توسعه نفوذ منطقی ایران بیانجامد. همزمان ارتقای مقام دو چهره اصلی عملیات نظامی در یمن یعنی وزیران کشور و دفاع به تمام منتقدان احتمالی این عملیات در درون خانواده سلطنتی این پیام را میفرستد که رهبری بدون هر گونه تزلزلی به راهی که برگزیده پایبند است آقای بات درباره خبرهای برخی از منابع درباره مخالفت برخی از محافل عربستان با تصمیمات پادشاه میگوید شایعاتی در مورد مخالفت های پنهانی در درون خانواده سلطنتی وجود دارد اما این مخالفت ها احتمالا مربوط به امیران سال خورده است که در انتصاب های جدید نادیده گرفته شدند یا کسانی که معتقدند انتصاب سمت های عالی شتاب زده صورت گرفته و مهلت دستیافتن به توافق در, در درون خانواده سلطنتی داده نشده است ملک سلمان گویی این واکنش ها را پیش بینی کرده و در فرمان انتصاب کوچکترین پسرش که نسبتا هم ناشناخته بود نوشته ارتقای او با موافقت اکثریت اعضای شورای بیعت خانواده سلطنتی صورت گرفته یعنی شورایی که برای اطمینان یافتن از انتقال آرام قدرت تشکیل شده است ارزیابی نهایی این تحلیلگر امور خاور میانه این است که عربستان سعودی شاهد یک سنت شکنی بزرگ است و محافظه کاری گذشته دیگر در آن جایی ندارد پادشاه و مشاوران جوانش احتمالاً به این نتیجه رسیدند که روش های قدیمی برای رویارویی با چالش های جدیدی مناسب نیست که عربستان سعودی چه در داخل و چه در منطقه با آن مواجه است. ده ها نفر در روزهای اخیر بازداشت و به برنامه ریزی برای دست زدن به اعمال تروریستی تحت نام گروه موسوم به دولت اسلامی متهم شدند. القاعده در حال استفاده از فرصت در یمن برای تقویت پایههایش در آنجاست تا به اهدافی در عربستان حمله کند و ایران هم در حال ایفای نقشی عمده در عراق سوریه و جاهای دیگر است یک مقام رسمی آمریکایی میگوید در دیدار سه روز پیش وزرای امور خارجه ایران و آمریکا واشنگتن از تهران خواسته است تا طرفهای درگیر در یمن را ترغیب کند رو به مذاکره و تلاش برای دستیابی به توافق سیاسی بیاورند در یمن شورشیان حوسی از حمایت ایران برخوردار هستند و با وجود آنکه تهران دخالت در اوضاع آن کشور را رد می کند اما مقام های این کشور پشتیبانی از حوسی ها را پنهان نمی کنند یک مقام رسمی وزارت خارجه آمریکا که نخواست نامش فاش شود در میان خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا جانکری در دیدار خود با محمد جواد ظریف در روز دوشنبه در نیویورک از تهران خواسته است از نفوذ خود برای آوردن همه طرفها پای میز مذاکره استفاده کند پاسخ داده است آری به گفته این مقام وزارت خارجه آمریکا این یعنی کمک خواستن از ایران برای ترغیب ها به گفتگو وزیر خارجه آمریکا خود روز دوشنبه پیش از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک گفته بود من تحقیقا از همه خواهم خواست تا تلاش خود را برای کاهش خشونت ها بکنند و اجازه دهند مذاکرات به شکلی که منافع مردم یمن را تأمین کند آغاز شود این گزارش در حالی منتشر شده است که شبه نظامیان حوسی یمن در مناطق بسیاری با دادن تلفات سنگین در برابر نیروهای طرفدار دولت قانونی یمن ناچار به عقب نشینی شدند جنگنده های عربستان سعودی و متحدانش نیز همچنان به بمباران مواضع ها ادامه دادند همزمان و در خبری دیگر یک منبع سیاسی در یمن روز چهارشنبه گفت حمود خالد از صوفی، رئیس دستگاه امنیت سیاسی و اطلاعات داخلی یمن از گروه حوسی ها جدا شده و اکنون در آلمان به سر میبرد به گفته این منبع الصوفی از نزدیکان علی عبدالله ساله رئیس جمهور بر کنار شده یمن به شمار می رفت و در سال 2011 استاندار تعز در مرکز یمن بود. در آذر ماه سال گذشته عبد رب منصور هادی از صوفی را به عنوان رئیس سازمان امنیت سیاسی که بعدا حوسی ساختمان آن را تصرف کردند تعیین نمود. از صوفی 55 ساله نخستین غیر نظامی به شمار می رود که پست ریاست سازمان اطلاعات یمن را بر عهده داشت. وزارت پیشمرگه کردستان عراق اعلام کرده که نیروهای کمکی پیشمرگه که برای آزادسازی کوبانی اکتبر سال گذشته به سوریه رفته بودند به عراق برگشتند. تعداد این نیروها 150 نفر بود که مقامات کردستان عراق اعلام کردن با توجه به آزادسازی شهر کوبانی تصمیم گرفته شده که این نیروها به عراق برگردند. در این رابطه جبار یاور سخنگوی فرماندهی نیروهای پیشمرگی کردستان عراق گفته که نیروهای ما در طی هفت ماه گذشته نقش مهمی در آزادسازی کوبانی داشتند. آنطور که منابع کردی اعلام کردند بخش از این نیروها صبح روز چهارشنبه از مسیر فرودگاه شهر مرزی شانلیورفای ترکیه به اربیل برگشتند و طی روزهای آینده هم قرار هست گروه دیگه از و البته از طریق مرز زمینی تجهیزات نظامی و سلاحهای سنگین خودشون رو به عراق منتقل بکنن اما باز هم اقلیم را و این بار البته موضوع صادرات نفت مقامات کرد اعلام کردند که صادرات نفت این اقلیم از مسیر ترکیه افزایش پیدا کرده و در ماهای آینده به 650 هزار بشکه در روز خواهد رسید در مورد صادرات نفت اقلیم کردستان باید گفت که پس از ماها مناقشه میان دولت مرکزی را و اربیل نهایتا طرفین در دسامبر سال 2014 توافق کردند که اربیل با هماهنگی سومو شرکت ملی نفت عراق روزانه 550 هزار بشک نفت از طریق ترکیه به خارج صادر بکنه متقابلا بغداد هم قرار شد که سهم 17 درصدی حاصل از فروش نفت رو در اختیار این اقلیم قرار بده الان در واقع کردستان میگه که ما به تعهدمون در این رابطه عمل کردیم و منتظریم هر چه سریعتر بغداد منابع مالی مورد توافق رو به این اقلیم پرداخت بکنه پیامد این موضوع سعد الحدیسی سخنگوی دفتر نخست وزیری عراق ابراز امیدواری کرده و گفته با وجود کمبود منابع مالی دولت اما پایبند بودن اقلیم کردستان به توافقنامه مذکور عامل الزام برای دولت عراق خواهد بود که مطالبات این اقلیم رو پرداخت بکنه. اما اقلیم کردستان عراق طی یک سال گذشته بالغ بر 34 میلیون بشک نفت از طریق خط لوله جهانی و به بازارهای جهانی عرضه کرده و از این رهاورد درآمدی بالغ بر 2 میلیارد و 800 میلیون دلار عایدش شده البته اقدام یک جانبه کردها برای فروش نفت باعث خشم دولت مرکزی عراق هم شد بغداد در یک اقدام تنبیهی سهم 17 درصدی اربیل از بودجه سالیانه عراق رو قطع کرد گرچه همین اختلافات در دوره نخست وزیری نوری المالکی رخ داد اما قرار گرفتن هیدر علبادی در مقام نخست وزیر جدید عراق فرصتی برای پایان این تنش به وجود آورد و همونطور که گفتیم طرف این نهایتاً چند ماه پیش با امضای توافق نامه ای به اختلافات در این زمینه پایان دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز از بنای تاریخی تخت جمشید در نزدیکی شیراز بازدید کرده است. تخت جمشید مهمترین اثر باقی مانده از پادشاهی ایرانی هخامنشی است. هخامنشیان بنیانگذاران نخستین حکومت فراگیر در فلات ایران و نخستین امپراتوری جهانی محسوب می شوند. آقای روحانی گفته پیام این اثر باستانی این است که ما میتوانیم وی تصریح کرد این آثار تاریخی میخواهد به ما بگوید این ملت ملت بزرگی است که هر کار بزرگی را میتواند به خوبی انجام دهد آقای روحانی همچنین گفته است پیام این آثار و نماد به ملت ایران پیام باور است و همه اینها نشان میدهد علم و فناوری و هنر از هزاران سال پیش در این سرزمین وجود داشته است وی گفت بنابر آمارهای موجود تعداد گردشگران این اثر تاریخی در سال 92 دو برابر سال 91 بوده و در سال 93 دو برابر سال 92 و قاعدتا این رقم در سال 94 هم همین خواهد بود. آقای روحانی همچنین گفته است دولت نیز دو وظیفه دارد که یکی سیانت و حفظ این آثار است و برای این مهم هر کاری که لازم باشد از جمله تخصیص بودجه انجام می دهد. همه اینها نشون میده که این ملت ملت بسیار بزرگی هست و اونهایی که این آثار با عظمت رو آفریدن فرزندان این مرزومون بودن ما افتخار میکنیم به ملیت ایرانیمون و ما افتخار میکنیم به فرهنگ اسلاممون و امروز باید هویت ما هویت اسلامی باشه و هویت ایرانی باشه دیدار از تخت جمشید در حالی صورت میگیرد که روز گذشته مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت برای آثار باستانی تخت جمشید و پاسارگاد بودجه دائمی ملی اختصاص یافته است آقای سلطانی فر گفته است رسیدگی به دو مجموعه جهانی تخت جمشید و پاسارگاد یکی از اولویت‌های راهبردی سازمان میراث فرهنگی کشور است. یادمان تاریخی تخت جمشید که در شهرستان مرو دشت قرار دارد یکی از چهار اثر ثبت شده ی استان فارس در فهرست آثار جهانی است که در سال 1979 میلادی با شماره 114 در سازمان جهانی علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو ثبت شد.